انگوش گذاری روی پیانو، دست راست دست چپ، هر دوتا دست از نوت دو شروع میشن، دو ره می فا سو لا سی به ترتیب هفت نوت موسیقی. اونتا دست راست انگوش شست همیشه رو نوت دو شروع به این صورت، دست چپ رو نوت دو مونتا انگشت کوچیک. پس دست راست دست چپ هر دو از دو شروع میشن به این ترتیب. حالا همزمان ما میخوایم چند تا نوت رو با هم بزنیم. روش کلیه. پس تو آهنگ، تو متد زدن، بیر، تارپینیان، هر کتابی، هانون، همیشه دو دستی پیانو رو میزنیم. پیانو یک دستی نیست، دو دستیه. پس تکنیک هایی که الان میخوایم یاد بگیریم این بود، شماره های دست. ببینید شماره تو بعضی کتاب ها، تو بعضی از آهنگ ها هست که شماره انگشت داریم. انگشت شست میشه یک، به این ترتیب یک، دو، سه، چهار، پنج، دو، ری، بی، فا، سول. ما هفت تا نوت داریم ولی پنج تا انگشت داریم، پس تو بعضی متدا جابجا میشه. یعنی ممکنه انگشت شستمون که همیشه دو بیاد رو می بزنه که به سیمون برسه، مثلا می فا سول لا سی. همینطور دست چپ دو ره می فا سول. اینجا دو تا نوت من کم دارم، پس میتونم انگشتمو بیارم جلوتر، می فا سول لا سی. درسته؟ پس دست راست انگشت شستمون میشه شماره یک، شماره انگشته یک، دو، سه، چهار، پنج. تو دست چپ هم انگشت کوچیکه میشه شماره یک، یک، دو، سه، چهار، پنج. این روش انگشت گذاری رو پیانوست. اما کارکردهای پدال، پدال برای آهنگ استفاده میشه، برای متد درسی استفاده نمیشه. پدال رو همیشه ما تا ته فشار میدیم. تفاوتش اینه وقتی پدال نمیزنیم نوتا قطع و وصل میشن. ولی با پدال خوشگل‌تر میشه. یعنی قطع نمیشه. پدال باعث میشه پیانو صداهاش به هم بچسبه. خب